در دنیای امروز پر جمعیت ترین قاره آسیا و بزرگترین ملت آسیا چین است و در چین بود که برای بیش از 40 سال مردم برای قبول این باور که خدایی نیست شستشوی مغزی می شدند تا تمام توکل و ایمانشان به سیستم، رژیم و رهبران باشد. اما امروز می بینیم یک بیقراری وسیع سراسر کشور را فرا می گیرد و بر همه تأثیر می گذارد، مخصوصاً جوانان و دانشجویان. نه تنها این سیستم سیاسی که مدت‌ها به آن اعتقاد داشتند در حال سقوط است، بلکه در واقع بر علیه آن موضع گرفته و حالا آنها در این ناامیدی می‌گویند آیا چیزی هست که ما بتوانیم به آن ایمان بیاوریم؟ آیا مقصودی برای زندگی هست؟ و اکنون در آنجا یک تشنگی روحانی که تنها می‌تواند به وسیله کلام با ارزش خدا سیراب شود وجود دارد، به همراه کلیساهایی که تحت جفا هستند. در حین دیدن این فیلم شاهد بسیاری از اتفاقات خواهید بود که بر اساس واقعیت ساخته شده. در واقع ابعاد مشکلات مسیحیان آنجا در رابطه با کلیساهای خانگی، اعضای آن و رهبرانشان به بزرگی و عظمت خود کشور چین است. دعای من این است که شما بعد از دیدن این فیلم بگویید خدایا من چه کمکی میتوانم به چین بکنم؟ برای تشویق مسیحیان آنجا چه کاری میتوانم بکنم؟ من برای رساندن کلام آسمانیت به آنهایی که تشنه آن هستند چه میتوانم بکنم؟ چون آنها میخواهند چیزی باشد تا به خاطرش زندگی کنند، چیزی که با تمام وجود به آن ایمان بیاورند. نهم می. 11 ماه از فارغ التحصیل شدنم گذشته و من هنوز منتظرم دولت محل کارم رو تعیین کنه. قسمتی از وجودم برای دانستن محلی که باید اونجا کار و زندگی کنم بیقراره و با این حال قسمت دیگه وجودم تا حالا اینقدر از بودن با پدر و مادر بزرگ و از بازگشت به روستای خودم خوشحال نبوده. ولی انگار نمیتونم رشته سوالاتی رو که مدام به سراغم میان فراموش کنم. من کی هستم؟ به کجا میرم؟ هدف من چیه؟ خیزران در زمستان. با شرکت ری چیاو.
نویسنده و کارگردان بیل میرز. پدر تقریبا وقت ناهاره. آما چطوره؟ بدتره، خیلی نگرانم. آما مرتب میگه فائز میاد و معجزه میکنه. خب اونا دوستای قدیمی هن، شاید اون بتونه. البته به شرطی که کادری عزیز لطف کنه و در مورد این ملاقات چشم‌پوشی کنه. اون مرد فقط ذهنشون رو پر از خرافات بیشتر میکنه. در این مورد نمیتونم بحث کنم. اون احتیاج به داروهای جدید داره. اگه تو کمک کنی تا دختر عزیزت منطقی باشه، بعد از ازدواج اما میتونه با ما زندگی کنه. به عنوان بانفوذترین شخص دهکده که به زودی تلویزیون رنگی اختصاصیش رو دریافت میکنه، اما هم میتونه از بهترین امکانات پزشکی استفاده کنه. فقط باید کاری کنی که دخترت منطقی باشه. دختر اون خودش تصمیم میگیره. گرچه به شما به عنوان یه دوست خانوادگی احترام میذارم، ولی ترجیح میدم شوهرم شخص جوانتری باشه، کسی که اعتماد به نفسش اینقدر عظیم نباشه. میذاری دخترت منو جلوی اینو مسخره کنه؟ دختر من خودش تصمیم میگیره. ناهار تقریبا حاضره. تو لوسش میکنی؟ شاید، اما اون تنها چیزیه که دارم. اون خیلی شبیه مادرشه، قوی، مصمم. بله همینطور، یه دنده. اون مرتب میگه باید مردی رو که باهاش ازدواج میکنه دوست داشته باشه. عشق؟ کی جوانای ما این بدآموزی های غرب رو ول میکنن؟ فائز داره میاد. سلام دوستان من. سلام. سومی، تو چه مشکلی با همسایت داشتی؟ منظورم ونه. چولین، امیدوارم حالت خوب باشه دوست من. تو هم همینطور. اما اون مریضه؟ فکر میکنه تو اومدی تا یه معجزه بکنی. شاید هم بتونم. خوشحال میشیم اگه بیای پیش ما بمونی و با ما غذا بخوری. یه مدرسه کوچیک بیرونی دهکده هست، اونجا امتره. راستی اون مرد کیه؟ کایدره؟ خیالت راحت باشه. برای ما هدیه آوردیم؟ بله آوردم. بزرگترین هدیه ای که کسی میتونه بده، یه انجیل کوچیک. خب کی میتونه اینجا بخونه؟ چند نفر اینجا میتونن بخونن؟ لطفاً با هم تقسیم کنین. باید به روسای زیادی برن. شالمان کجاست؟ آما باید بهترین لباسم رو بپوشم. روی دوشتونه. میدونم دختره. آما تو مریضی، تو باید تو رخت خواب باشی. شب گرمیه پدر، مواظبش هستم. جلسه هوای تازه براش خوبه. امشب
شاید معجزه بشه. اغلب اون بعد از گذروندن تمام ساعات شب در دهکده های محروم خیلی خسته است، اما همیشه برای پاسخ به سوال های من فرصت داره. ببین، این کتاب میگه باید با پیدا کردن اشتباهات سیستم فعلی سرمشقی برای آینده بسازیم، وگرنه ما چطور میتونیم تنها بر اساس ایمان هدایت بشیم؟ اغلب این سوال ها سخت و مغرضانه بود. گاهگاهی من با بیرحمی از اطلاعات دانشگاهیم برای خرد کردن و غلبه بر این مرد ساده استفاده می کردم. و با این وجود، حتی مواقعی که اون جوابی نداشت، آرامش و شادی اون تبدیل به جواب می شد. این مرد مثل خیلی های دیگه چیزی داشت که من هر روز برای اون تشنه تر می شدم. چقدر آرزو داشتم چنین ایمانی داشته باشم. آجوی، آجوی، باید به حرفم گوش کنی، به دقت گوش کن. من میدونم با توجه به تحصیلاتت همه اینا برات یه تفریح، اما اینطور نیست. تو به چنین خرافات ایمان داری؟ چی میخواستی بگی کایدره؟ در سازمان امنیت به بودن وایز در اینجا مشکوک شدن. اونا باید قبل از مراسم تعمید دستگیرش کنن. تا حالا به خاطر احترام به آماکاری نداشتم، اما بعد از این فرق میکنه. مرسی کایدره. موقعیتم نمیذاره چنین تخلفی رو نادیده بگیرم. درک میکنم. فقط به خاطر من نیست. تو باید بفهمی برای اونایی که پیرو وایس هستن این نتیجه خوبی نداره. کایدره تنها کسی نبود که حساسیت نشون میداد. دیر کردین. متاسفم، من تو جلسه بودم. از اینکه منتظر غذا بمونم متنفرم. حاضر بود، میتونستین برای خودتون بریزین. چی گفتی؟ متاسفم. دیگه دیر نمی کنیم. پدر، اتفاقی افتاده اومدی؟ نه، کمی چای میخوام، بیرون خیلی گرمه، تشنم شد. چارلین، میتونیم چند لحظه مزاحمت بشیم؟ البته، بفرمایین. 16 می. امروز مهمونی به خونه ای ما اومد که اصلاً انتظارشو نداشتیم. شبان کلیسای دولتی از شهر به خونه ای ما اومده بود. فکر میکنم آجای خبر داشته باشیم. آجای، این وایز قیافش آشنا نیست؟ تا حالا دیدیش؟ چرا اینقدر براتون مهمه؟ اون مثل شما مسیحی نیست؟ نه دخترم، اون اصلا مثل من نیست. اون یه جنایتکاره. به جای اینکه به کلیسای دولتی ملحق بشه، به
به مناطق مختلف سفر میکنه تا نفرت و تفرقه بین مردم پخش کنه. نه تنها خودش، صدها نفر دیگه مثل اون تعلیمات عالی رو رد میکنن و تو خونه جلسات غیرقانونی میذارن. آیا میشه منبع دائمی تعلیم غلط و بدعتی رو که اونا ایجاد میکنن تایید کرد؟ درسته. حتی دادگاه حکمی صادر کرده. اینجا چی کار میکنی؟ اما اون شبانه کلیسای دولتیه. من میدونم اون کیه. اون جاسوس دولته. یه عروسک. تو بودی که پرونده ها رو نگه میداشتی و جاسوسی ما رو میکردی. تو همونی هستی که در دوران انقلاب فرهنگی به ما خیانت کردی. اما ببین تفرقه و عدم بخشش رو ببین. من تو رو میبخشم، اما خدا چی؟ تو مسئول دستگیری ما هستی، شکنجه ما. من دارم میرم. بله برو، از خونم برو بیرون، از خونم برو بیرون. بذار این یه نمونه برات باشه آچوی. بیرون. و اونا رو از ثمراتشون میشناسین. برو بیرون. دارم میرم. از خونم برو بیرون. یخچال مدل بالاتر. نه. یه روز هم تلویزیون رنگی. نه. رویاهای ما اینا. من چیکار می‌کنم؟ ما به خاطر همین ها جرأت زندگی و امیدوار بودن داریم. آچوی. آچوی. تعجب میکنم چطور تا حالا نیومدن. متوجه نیستی؟ میاد دنبال تو. چرا میفهمم. بعد از تعمیر امشب من میرم. اما اونا دارن میان. خواهش میکنم، همه چیز درست میشه. خواهش میکنم مشغول باشه. تو نمیدونی سربازا چی کار میتونن بکنن. من اونا رو دیدم، با باتوما و نفرتشون. منم اونا رو دیدم. من نفرتشون رو روی پشتم احساس کردم. و تو بازم میخوای بمونی؟ به اطرافت نگاه کن و بگو چی میبینی. من دهاتی های ساده لوحی رو میبینم که به هرچی بشنون ایمان میارن. شاید. بذار بگم من چی میبینم. من مردان و زنانی رو میبینم که برای اولین دفعه توی زندگیشون با خدا و خودشون دوست شدن. تئوری جالبیه. یعنی سونی هم یه تئوریه؟ یادت نیست اون چطور دعوا میکرد و معترض بود؟ به اون نگاه کن. من مردمی رو میبینم که شروع به تمرین گذشت و تقدیم زندگیشون به همدیگه کردن. اونا چیزی رو به دست آوردن که بزرگتر از خودشونه و اون داره تغییرشون میده. و تو متحول کننده بزرگ اونایی؟
اینا علت این تحول هستن و این یک تحول سیاسی نیست، یه انقلاب درونیه. و به خاطر این تحول حاضری زندگی تو به خطر بندازی؟ نه، من زندگیمو به خاطر خداوند و مردمی که دوستشون دارم میدم. تو یه احمقی. شاید، اما تو تا وقتی این محبتو نچشی اونو نمیفهمی. اما من کتاب تو رو خوندم. بله، اما تو اونو با مغزت خوندی، نه با قلبت. آچوی، آچوی، پدرت دنبالت فرستاده. زود باش بیا زود باش. گزارش کردن تو با گروه های ضد کمونیست و ضد دولت همکاری میکنی. اینه چی؟ قربان، این انجیل آماست، بذار سر جاش. قاید را تصمیم میگیره. تو حق نداری، اون مال آماست، اون تمام زندگی ما بود. بسوزونش. ما بود. اون فقط دستورات رو اجرا میکرد. شما از کارش دفاع میکنین؟ این کار اون برای ما یک خطر نیست. ولی تو شروع به معاشرت با دشمن دولت ما کردی. این عکس العمل اون زیاد عجیب نبود. پدر من دارم برای اولین بار در زندگیم به چیزی ایمان میارم. احساس میکنم. نمیخوام چیزی بشنوم. وقتی به واعظ گوش میکردم، انجیلو میخوندم. نمیخوام چیزی بشنوم. احساس میکنم چیزی داره در من زنده میشه. انگار بعد از سالها گرسنگی یه نفر داره به من غذا میده. نمیخوام چیزی بشنوم. چرا پدر؟ چرا اینقدر این موضوع براتون مشکله؟ شما از وقتی واعظ به ده ما اومد باهاش مخالف بودین. چرا؟ بهت میگم چرا. چون مادرتم به همین کلام گوش میداد، همینو خوند و به خاطر همین مرد. چی؟ منظورتون چیه؟ هیچی، من... شما همیشه میگفتین اون از یه بیماری مرد. درسته، بعدن مرد. پدر، صحبت کنین. پدر، خواهش میکنم. مادرت مثل تو بود، یه آدم رویایی. ما با هم به جلسات رفتیم و شروع به خوندن انجیل کردیم. شما ایمان آوردین؟ ما هم کمک میکردیم، جزوه های بشارتی،
به مردم میدادیم. بعد انقلاب فرهنگی شد. مثل مسیحای دیگه ما رو به شکل مسخره‌ای در آوردن و توی خیابونای شهر رو می‌گردن. مردم ما رو می‌زدن و رومون آشغال می‌ریختن. بعد برای اینکه ما ایمانمون رو انکار کنیم ما رو وحشیانه شکنجه کردن. اما مادرت علی رغم همه شکنجه ها تسلیم نشد. هیچ کدوم از وجرهای جسمی و روحی اونو شکست نداد. اراده او قوی تر از انتظار من بود. همه ما ایمانمون رو انکار کردیم. مادرت و واعظ هرگز ایمانشون رو انکار نکردن. ولی بقیه ما و تو نمیفهمی اگه این راه رو ادامه بدی تو هم به سرنوشته مادرت دچار میشی؟ یعنی زندگی برات اصلا ارزش نداره؟ به فکر خودت نیستی؟ یا من؟ ها؟ جواب بده! جواب بده! عیسی بدیشان گفت من نان حیات هستم. کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد. آمین آمین به شما میگویم هر که به من ایمان آرد حیات جاودانی دارد. من نان حیات هستم. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. چه کسی در بین شما مشتاق تا این نان رو بخوره؟ چه کسی از شما حاضر زندگیش رو به عیسی بده؟ میتونین جلو بیاین. بذارین برای این زندگی بمیریم و آنچه از اینا بیرون میاد در مسیح عیسی تازه و زنده باشه. زانو بزن. من تو رو در نام پدر، پسر و روح القدس تعمید میدم. من تو رو در نام پدر، پسر و روح القدس تعمید میدم. خواهش میکنم، اتفاقی نیفتاده. لطفاً به من گوش کنی.
خطری برای شما نیست. اونا بدون اجازه من کاری نمی کنن. به من گوش کنید، خواهش میکنم، خواهش میکنم. رفقای امنیتی ما با شما هیچ کاری ندارن. اونا دنبال این واعظ جاسوس دوره گردن. ما اونو بهشون تحویل میدیم و به من قول دادن همه بخشیده میشن. هیچ مجازات یا جریمه ای نخواهد بود. به من گوش کنین، به من گوش کنین. ز عظیم مسیحا نجات داده مرا، سرگردان و کوری بودم، اکنون بینم دینی نداری. اونا نابودت میکنن. تمومش کنین، زود تمومش کنین. Bye-bye.
همینجا بمونید. اونا رو میکشن طرف. اما اگه اونا بگیرنت؟ اگه بگیرن. کجا میری؟ انجیلا نوارا باید اونا رو بردارم. سربازا اونجا هستن، چاره دیگه ای ندارم. روزهای دیگه منتظرم. اما اونا حتما میگیرنت. مردم باید این کلام رو بشنم. مادر منم همینطور مرد. پس بالاخره پدرت بهت گفت؟ کل شقی جهل، اون به خاطر این مرد. مادر تو زن بزرگ بود. مادر من بدون هیچ دلیلی بی خودی مرد. نه تو نباید اینو بگی. مادر تو زندگیش رو داد تا دیگران حیات پیدا کنن و حیات اون کسی شد. خدمت ما. و اگه گاهی لازم بشه به خاطرش میمیری. ببین اون خیزران ها ما هستیم، مثل بدن مسیح. مهم نیست با چقدر تون میوزیم یا زمستون چقدر سرده. مهم نیست چند بار اونو قطع میکنم، ما دوباره سبز میشیم و رشد میکنم. نه به عنوانی فرد، بلکه به عنوانی بدن. و هر دفعه که این بدن رشد میکنه، در حیات بخشیدن قوی تر و تواناتر میشه. ولی اگه تو بمیری روستاهای دیگه چی میشن؟ کار رسوندن انجیل. خداوند دیگران رو بلند میکنه. کسی اطلاعات تو رو نداره. اطلاعات مهمه، اما نه به اندازه قلب ما. داشتن روی خداوند مهمتره. دستگیرش کنین. بذار بره. کایدره ببرینش. بلم کنین. دختره چی؟ دختره؟ من دختری نمیبینم. وایز! وایز! کایدره! کایدره! شبی مملو از غم و شناخت بود. هرچند هنوز باید چیزهای زیادی یاد بگیرم، اما حالا میدونم به چی ایمان دارم و میدونم چی کار باید بکنم.
حالت خوبه؟ خیلی نگران بودم. اونا واعظو گرفتن. اینا کتابا و نواراشه. میخوام تا مردم خوابن و هنوز راه ها شلوغ نشده اینا رو ببرم ساتا. خب حتما مقصد بعد ساتا بود. شاید یه نفر اونجا بدونه باید با اینا چی کار کرد. نمیتونستم بذارم اونجا بپوسن. ایمانداره دیگه به اینا احتیاج دارن. این غذای اوناست، حیاتشونه. همینطور تو؟ اینطور نیست. من فردا بر میگردم، شاید روز بعدش. تو بر نمیگردی؟ چی میگی؟ پدر، من نمیتونم کار واعظو بکنم. من خیلی کم راجع به خدا میدونم. و انجیل، این کتاب عالیه، ولی من نمیدونم چطور اونو درس بدم. و معجزه، انگار همه به معجزه اعتقاد دارن. تنها چیزی که من میدونم اینه که اتفاقی نمیفته. مثلا برای آما هیچ معجزه ای نشد. نه، اینطور نیست. فکر میکنی آما دعا میکرد شفا پیدا کنه؟ نه، معجزه‌ای که میخواست ایمان آوردن تو بود. چی؟ و خادم خدا بشی مثل مادرت. هرچند خودش مرد ولی آرزوش برآورده شد. پدر، بیشتر از انتظارش انجام شد. پدر، متاسفم. متاسفم. زود باش، بلند شو. برو صورتت بشور. زود باش. مواظب باش. باشه. از کسی سوال نکن. اسم تو به هیچکی نده. پدر، سعی کن قوی باشی.
اگه ادامه بدی شانس تو برای کار خوب از دست میدی. اگه بری هرگز نمیتونی برگردی. توی فراری میشی. من آماده هستم. چی؟ آماده ای که تمام عمرتو از قانون فرار کنی؟ رو زمین بخوابی و مثل یک گدا با صدقه زندگی کنی؟ واقعا آماده ای تمام زندگی تو نابود کنی؟ نه کایدره، من زندگیمو نابود نمی کنم. من اونو می سازم. من زندگیمو پیدا کردم. اگه اونو بکشنت چی؟ فکرتو احمقانه است آچوی. هر کی با دولت مخالفت کنه نابود میشه. شاید. کایدره، اون درخت خیزرانو میبینی؟ میبینی چقدر سبز و تازه است؟ مهم نیست زمستون چقدر سرده یا چند بار اونو میبرن. درخت خیزران همیشه رشد میکنه و سبزتر و قویتر میشه و حتی نسبت به گذشته انبوهتر میشه. پر از حیات کایدره، من دنبال همین بودم و پیداش کردم. و این حیات برای همه از کایدره، برای همه.